درگیری شدید قیس الفت و شوهر آریانا سعید در خارج از کشور. دلیل این درگیری چی بوده است؟ در ادامه با ما همراه باشید و اگر شما هم دوست دارین از جدیدترین موضوعات روز آگاه شوین، لطفاً همین اکنون چنل زوم پلاس را سابسکرایب کنید. قیس الفت یکی از مشهورترین آوازخوانان سبک غزل در کشور است که علاقمندان زیادی دارد. او که موسیقی را از اساس در نزد پدرش آموخته است، تا اکنون توانسته است آلبوم های زیادی را ثبت کند. او فرزند استاد الفت آهنگ است. قیس الفت را با نام سلطان غزل افغانستان نیز میشناسند. آقای قیس الفت تجربه داوری را در برنامه های ستاره افغان و ابرستاره تلویزیون طلوع داشته است. اما اخیرا خبرهای سری منتشر شده است که قیس الفت در یک از کنسرت هایش در خارج از کشور با آریانا سعید به درگیری لفظی پرداخته است که با مداخله حسیب ساعد شوهر آریانا سعید به تهدید کردن قیس الفت می انجامد. اما آیا می دانید دلیل این درگیری ها و نیز به اتفاقی ها بین این دو هنرمند نامدار افغانستان چیست؟ حقیقتش این است که رابطه قیس الفت با خانم آریانا سعید در جریان برنامه رقابتی ابرستاره به تیرگی کشانیده بود. برنامه ابرستاره یک از بزرگترین برنامه رقابتی موسیقی بود که هر 5 سال یک بار با اشتراک 10 تن از برندگان مقام نخست ستاره افغان برگزار میشد و از طریق تلویزیون طلوع منتشر میشد. این برنامه پس از برنامه ستاره افغان یک از پربیننده ترین برنامه موسیقی در کشور بود. اما در فصل سوم این برنامه که فقط دو هنرمند از دو تیم با همدیگر رقابت میکردند، تنش‌های جدی میان فهیم فنا از تیم قیس الفت و جمال مبارز رخ داد که حتی باعث آن شد تا فهیم فنا برنامه ابرستاره را ترک کند. گفته می شود یکی از دلایل انصراف فهیم فنا از ادامه رقابت در این برنامه تنش لفظی وی با آریانا سعید داور این برنامه بوده است. ماجرا در برنامه ابرستاره که به تاریخ 11 فوریه نشر شده بود آغاز شد که در آن به گفته تماشاچیان یکی از اشتراک کنندگان در برابر اشتراک کننده تیم رقیب برخورد نامناسب داشت. لطفا امرام گپ نزن. بس وقتی که برنامه خلاص شد ما خود گپ میزنیم. تشکر. سلامت. ما شراب خورده بی‌احترامی به کس نکردیم. خلاص. ما شراب خورده بی‌احترامی به کس نکردیم. وقتی که وقتی ادهام دادم روی مردم میزنین باید ما دفاع کنیم. شراب کی خورده؟ ما بسیار معذرت میخوایم. آمده شراب میخورن دو تا. پیسای زن از آلمان کی خورده؟ پیسایش 40000 دلارش. این بخش برنامه ابرستاره واکنش های را پس از آن برانگیخت که فهیم فنا در اثر این جنجال ها از ادامه حضورش در این برنامه منصرف شد. جنگ آریانا سعید با فهیم بود. جنگ آریانا سعید و فهیم نبود. جنگ آریانا سعید با فهیم بود. در تالار تلویزیون طلوع آریانا سعید که قرار است قاضی باشد در این برنامه ابرستاره افغان، اما در یک جنگ شخصی درگیر میشه با آقای فهیم. هرچند مجری با داوران برنامه ابرستاره تصمیم فهیم فنا برای انصراف از این برنامه را یک موضوع شخصی و تصمیم خودش عنوان کردند، اما پس از آن ویدیوی در رسانه‌های اجتماعی از پشت صحنه این برنامه نشر شد که حکایت‌های دیگری داشت. در این ویدیو شنیده می‌شود که تنش شدید لفظی میان فهیم فنا و آریانا سعید بالا گرفته است و آنان اتهامات را به همدیگر وارد می‌کنند. خلاص ما شراب خورده بی‌احترامی به کس نکردیم. وقتی که وقتی ادهام دادم روی مردم می‌زنین باید ما دفاع کنیم. شراب کی خورده؟ ما بسیار معذرت می‌خوایم. آمده شراب می‌خورن دو تا. پیسای زن از آلمان کی خورده؟ پیسایش 40000 دلارش. حمید رجا تهیه کننده برنامه ابرستاره تلویزیون طلوع با صدای آمریکا گفته بود که بر اساس قرارداد مووی گروپ فهیم فنا باید تا آخر این برنامه به رقابت می پرداخت، اما به دلیل تصمیم شخصی این برنامه را ترک کرد. آقای رجا افزوده بود که تلویزیون طلوع در این مورد هیچ نقشی نداشته و این یک تصمیم شخصی بوده است. پس از ترک کردن برنامه ابرستاره توسط فهیم فنا، داورش قیس الفت در واکنش به عمل آریانا سعید سکوت کرد و از همینجا بود که تنش‌های زیادی بین این دو هنرمند به وجود آمد. اما اکنون که هر دوی این هنرمند در بیرون از کشور زندگی میکنند، اخیراً قیس الفت همراه با هنرمند معروف تاجیکی خانم شبنم سریا کنسرت‌های زیادی را در بیرون از کشور
برگزار کردند که گفته می شود آریانا سعید با دیدن اینکه قیس الفت بهترین کنسرت ها را گرفته است، او می خواهد مخالفتش را با او اعلان کند که به درگیری شدید لفظی میان آریانا سعید و شخص قیس الفت رخ می دهد که در همین ایام حسیب ساید نامزد آریانا سعید مداخله می کند و قیس الفت را تهدید می کند. این خودش یک خبر تاسف‌بار است که یک از محبوب‌ترین چهره‌های هنری کشور با هم اختلاف دارند. امیدوارم ایشان هر چه زودتر مصالح را بر مخالفت‌هایشان ترجیح بدهند و به فکر وحدت و همدلی مردم کشور و نیسترویج جان باشد، زیرا موسیقی پیام‌آور عشق و صلح است. نظرات شما برای ما ارزشمند است. لطفاً نظراتتان را در قسمت کامنت برای ما بنویسید. تا یک ویدیو دیگر شما رو به خداوند سبحان امانت میکنیم. شب و روزتان خوش. خدا نگهدار.